در خدمت آقای عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی هستیم. در خصوص حمله که حماس به اسرائیل کرده ازتون بپرسم، تحلیلتون در خصوص این حمله چگونه است؟ فکر می‌کنید این شکست امنیتی که آمریکا و اسرائیل هر جفتش در منطقه دچار شدن چگونه اتفاق افتاده؟ نقش ایران تو این موضوع چقدر هست؟ البته رهبر انقلاب امروز سخنرانی کردن و گفتن که کار خود بچه‌های فلسطینی بوده، ولی خب به هر حال کمک‌های ایران هم بی تأثیر نبوده. در این خصوص هم میخواستم ازتون بپرسم نظرتون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات طوفان الاقصا همونجوری که از اسمش هم پیداست، در واقع در واکنش، یعنی یک نوع عمل دفاعی بود در پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی، به ویژه هتک حرمت‌هایی که در مسجد الاقصا در ماه‌های اخیر رخ داده. این اتفاقاتی که در مسجد الاقصا رخ داده یک تغییر ماهوی داره ایجاد میکنه در واقع اماکن مقدس، به ویژه در خود مسجد الاقصا، به این معنا که یهودی سازی این منطقه و جلوگیری و ممانعت از ورود مسلمان ها و نمازگزاران و یک سری اقدامات تحریک کننده ای که اساءه در واقع به دین مبین اسلام و مسلمان ها میشه خب زیاد شده. علتش هم اینه که افراطیون مذهبی یا صهیونیسم مذهبی افراطی در جامعه اسرائیل اخیراً رشد کردن. ائتلاف‌های شکننده‌ای که دولت می‌خواست تشکیل بده و منجر به فروپاشی دولت می‌شد و نتونست، نه نتانیاهو نه نخست وزیران دیگه، این دولت ائتلافی رو نگه‌دارن. یکی از دلایلش این بود که نمیتونستن یک انسجام درونی با احزاب راستگرا یا احزاب چپگرا یا احزاب به هر حال قومی عربی در درون اسرائیل ایجاد بکنن. این باعث شد که راستگراهای افراطی یا صهیونیسم مذهبی افراطی اینها اومدن و عرصه رو به دست گرفتن و نتانیاهو نهایتاً مجبور شد با اینها تشکیل دولت ائتلافی بده که همینها الان شدن در واقع موتور محرک دولت نتانیاهو، یعنی اقدامات افراطی. آنچه که در صحنه فلسطینی به عنوان عملیات مسجد الاقصی رقم خورد، واکنشی به این جریان افراطی مذهبی بود که به هر حال مقاومت نتونست تحمل بکنه، مردم فلسطین نتونستن تحمل بکنن، ضمن اینکه در اطراف در واقع مسجد الاقصی در مناطق شرق قدس و سایر مناطق دیگه یا در کرانه غربی در مناطقی که شهرک نشینان اسرائیلی آزار و اذیتی که به مردم فلسطین میرسوندن یا درگیری که وجود داشت، خب این به نوعی کاسه صبر فلسطینی رو لبریز کرد و باعث شد که یک همچین عملیاتی رو طراحی بکنه. در رابطه با این عملیات، کاملا عملیات طراحی شده فلسطینی بود و گروه های فلسطینی با هم دیگه در یک هماهنگی کامل با محوریت حماس این عملیات رو انجام دادن. خصوصیت متفاوت این عملیات با عملیات های گذشته این بود که یک نوع عملیات ترکیبی از آسمان و زمین بود، یعنی هم در قالب هوایی به صورت موشک و پهباد و پاراگلایدر و اینها بود و هم در بحث زمین پیشروی در عمق خاک صهیونیستی و اراضی اشغالی بود که 8-9 تا از شهرک ها نفوذ کردند و تونستن اونجا ضربه بزنن. پس بنابراین یک نوع عملیات ترکیبی و پیچیده و در کنارش هم بحث سایبری که تونسته بودن اختلال ایجاد بکنن در پدافند هوایی اسرائیل، به ویژه در گنبد آهنی. مجموعه هم باعث شد که یک چنین عملیاتی رقم بخوره. یکی از اثرات این عملیات موفق این بود که تعداد کشته اسرائیلی بی سابقه بود، نه در جنگ 33 روزه و نه در جنگ اکتبر 1973 و نه در جنگ‌های قبل اعراب با اسرائیل یک همچین تلفاتی رو رژیم صهیونیستی ندیده بود، هم در سطح نظامیان هم در سطح غیر نظامیان. پس بنابراین این عملیات موفق باعث شد که یک ضربه سنگینه اولا اطلاعاتی به صهیونیست‌ها وارد شد، چون اینا به هر حال غافلگیر شدن، خودشون هم گفتن ما غافلگیر شدیم. از میزان موشک‌هایی هم که مقاومت داشت اینها اعلام کردن مقامات اطلاعاتی امنیتی اینا که ما خبر نداشتیم، هم به هر حال ضرباتی که به لحاظ میدانی خوردن مجموعاً عملیات موفقی بود. الان پیش بینی میشه که اسرائیلی‌ها بنا به توصیه هم به خاطر شرایط درونی، ببینید در درون اسرائیل فروپاشیده است، یعنی از هم پاشیده است،
احتمال اینکه این دولت هم دولت در واقع ائتلافی نتانیاهو با راست افراطی یا صهیونیسم مذهبی افراطی پاشیده بشه، هم به لحاظ درونی اسرائیل تحمل ادامه جنگ رو نداره چون تلفات افزایش که پیدا بکنه این جنگ فرسایشی به ضرر اسرائیل میشه، هم به لحاظ اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردن که میخوان این جنگ متوقف بشه و هشدارایی هم دادن که حالا مثلا ایران و حزب الله وارد نشن، البته ما استراتژی خودمون رو داریم، اما اینکه اسرائیلی‌ها توان استمرار این رو داشته باشن بعیده. حزب الله هم اعلام کرده بی‌طرف نخواهد ما، این هم فشار رو روی در واقع ذهن و فکر اسرائیلی‌ها زیاد کرده که اینها در چند تا جبهه نمیتونن بجنگن. طبیعتاً این غزه با این وسعت کم تونسته این خسارت سنگی رو به بار بیاره، اگر در یک در واقع برنامه فرضی ما بخوایم حساب بکنیم که جبهه های دیگه گشوده بشه از سوریه از لبنان، تکلیف اسرائیل مشخص. امیدواریم که انشالله مردم غزه با کمک کشورهای اسلامی با فشار کشورهای عربی این حجم از تلفاتی که رو دستشون داره میذاره اسرائیل و غیر نظامی ها رو هدف قرار داده و تعمدن هم دارن میزنن، انشالله وضعیتشون با ثبات بشه و سازمان کنفرانس اسلامی ضرورت داره که اجلاسی رو برگزار کنه. ما هم در قالب پارلمان رایزنی هامون رو شروع کردیم، ما به زودی نشست IPU یا بین المجالس جهانی رو در کشور آنگولا داریم که داریم تدارک می‌بینیم که انشاءالله با دست پر در دفاع از مردم فلسطین در این نشست شرکت کنیم.